و ما و شما یک خانه مشترک داریم. When it feels like you have nowhere to turn, وقتی حس میکنید که به هیچ جا نمیتونید پناه ببرید، همواره میتونید به خونه خودتون فکر کنید و هر کسی که بخواد بین ما تفرقه بندازه، مردم ایران رو بین ایرانی و ایرانی جدایی بندازه، ما به عنوان یک ملت سکولار و دموکراتیک چنین اجازه رو به اونها نخواهیم داد. ما همین خوش آمد رو به دوستان یهودی غیر ایرانی خودمون میگیم. مردم ایران در این دوران تاریک در کنار شما میستن، برای اینکه اگرچه ما یک ملیت رو نداشته باشیم، یک تاریخ انجیلی مشترک داریم و ما اون رو فراموش نکردیم. در راه پیمایی های سراسر جهان دیدید که ایرانی ها در کنار شما می ایستند و از شما حمایت می کنند تحت الهام میراث کوروش کبیر. بعد از بازگشتم از اسرائیل سال گذشته با ADL Anti Defamation League صحبت کردم و بهشون گفتم که همونطور که کوروش به یهودیان در بابل کمک کرد و اونها رو در بازسازی معبد خودشون کمک کرد، ما ایرانی ها ما هم یک معبدی داریم، اما معبد ما رو رژیم شرور و خونخوار جمهوری اسلامی اشغال کرده. معبد ما ایرانه و دوستان من، ما یک دشمن مشترک داریم. به واقع این رژیم شرور علیه هر دو ملت عزیز ما جنگ به راه انداخته، ایران و اسرائیل. و همین رژیم شیطانی که حکومت‌های غربی تلاش می‌کنند با اون مماشات کنند، همچنان ادامه میده به تخریب و نابودی در سراسر منطقه، از حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حزب الله در لبنان تا حوثی‌ها در یمن و شبه نظامیان در عراق. کل منطقه خاورمیانه دارن بهای این مماشات با جمهوری اسلامی رو میپردازن. وقتی که تحریم ها رو علیه اونا اجرا نمی کنن، وقتی برای گروگان ها پول میپردازن، و این فقط جمهوری اسلامی رو جسورتر میکنه و بهش مشوق بیشتری میده. دیگه الان باید برای همه روشن شده باشه، چیزی که برای ما ایرانی ها از قبل روشن بود، جمهوری اسلامی چشم اختاپوس هست که داره همه این شاخه ها رو در منطقه کنترل میکنه. تلاش برای مماشات با این جالوت بی حاصله. بعد از 40 سال زمان رسیده که به داوود فرصتی بدیم. دوستان من، مردم ایران داوودهای زمانه ما هستند و اونها دارن قیام میکنن، نه فقط برای خودشون، بلکه برای همه خاورمیانه و همه جهان. با وجود بیش از 40 سال زندگی تحت حکومت وحشت این رژیم، نه فقط دلسرد نشدن، بلکه تلاش خودشون رو مضاعف میکنن برای رسیدن به آزادی. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و ارتش آزادی بخش میلیون ها ایرانی هستند که در خیابان ها برای آزادی خودشون و برای صلح در منطقه با جان خودشون این قیمت رو پرداخت می کنن. با نهایت فداکاری به این هدف خواهند رسید. حالا ما یا می تونیم از اونها حمایت کنیم در این نبرد و کنار ننشینیم و نظارگر نباشیم. من بیش از 4 دهه است که در کنار ننشستم که منتظر معجزه‌ای باشم، و برای بسیاری از سالها شاید احساس تنهایی می‌کردم، اما امروز نسل زد ایران متولد شدند و زمانی که اونها متولد نشده بودند، من میدونستم که یک روزی اونها به دنیا خواهند اومد و این روز فرا خواهد رسید. و من اون زمان فقط امید نداشتم، اعتقاد داشتم، اعتقاد و باور به ملتمون و به اراده مردممون. من باور داشتم که ایرانی های همه ادیان و همه کیش ها همونطور که قبل از انقلاب در کنار هم در صلح زندگی می کردند،
یک روز دوباره آزاد خواهند شد و ما یک بار دیگر ملتی خواهیم بود متحد به احترام به آزادی های بنیادی و حقوق همه شهروندان ما. و با توجه به چنین آمادگی و روی کردی وقتی که منافع کلیدی جهان بستگی داره به آزادی و ثبات در ایران، باید که حد اکثر حمایت رو از ما به عمل بیارن. من روی شما حساب میکنم، اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور و همه دوستان ایران که به ما در این کمپین آزادی ملحق بشید.